یکی پرسیده خانم مسیح علی نژاد کیستن؟ برام توضیح بدید. یکی از بچه ها خیلی خوب جواب داده. خیلی هم خوب جواب داده. گذشته سیاه علی نژاد در ایران چه بود؟ کسی هست واضح توضیح بدهد؟ آره عزیزم، بذار برات بگم و توضیح بدم. معصومه علی نژاد قومی کلا یه روزنامه نگار کاملا معمولی بود که با دستور اصلاح طلب‌ها و کاملا سناریو سازی شده فیش حقوقی یک نماینده مجلس اصولگرا را فاش کرد که مثلا سر زبان‌ها بیفتد. چند سال بعد به هزینه شخصی فائزه رفسنجانی به انگلیس صادر شد. بعد با هزینه شخصی مهدی هاشمی رفسنجانی تو دانشگاه انگلیس درس خوند، سپس رفت به امریکا. الان سال هاست که با کمپین مسخره چهارشنبه های سفید باعث و بانی دستگیر شدن کلی دختر بیگناه شده، که البته همشون سال 88 صادر شدن. اینا شده، آها صادر شده. این خانم صادراتی اصلاح طلب هاست که البته سال 88 خیلی صادر شدن، تنها هم نیست. یه باند بزرگ از فرناز قاضی‌زاده رفته تا دریا صفایی و هزاران نفر دیگه. و اینکه این خانم فیلم مادر پویا بختیاری رو فروخت و باعث شد اون خانم 4 سال زندان بگیره. یعنی شما با یکی برنامه بذاری، فیلمشو بدی یا آی پیاشو بدی، آدرس طرفو در بیارن. وقتی مصاحبه میکنه با خانواده های جان باختگان تاکید میکنه که همه چی محرمانه است، ولی بعدن فیلم ها رو میفروشه به شبکه های مختلف با 10,000 دلار و باعث میشه اونا زندانی بشن. تو آمار میدید. و اینکه 500 میلیون دلار از دارایی های مصادره شده ملت بدبخت ایران رو بالا کشیده تو آمریکا و یه آبم روش از خون جوانان ما نون در میاره و بابت هر سخنرانی که میکنه 100,000 دلار میگیره. کلی هم نوچه داره. ابراهیم زاده، سام رجبی، رویا حکاکیان، خلاصه عجوبه است. پی 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 خونخوار که پرورش یافته مکتب خاتمی سالوس یا خواسته بنویسه سوروس شد و فائزه جنایتکاره. اینها کسانی هستن که ما باشون در ارتباطیم. درست میفرمایید؟ تعارف نداشته باشیم. بیا بگو من تجزیه طلبم، بیا بگو من پادشاهی خواهم. تعارف رو کنار بذارید، برام قابل احترام تری، چون دشمن میشناسیم. دشمن بعد دشمن قابل شناس، دشمن قابل شناس، قابل احترام. آقا من بعدا میدونم چی اینا اصلا. فکر کن تو، من گفتم موقعی که من با چهارشنبه سفید مخالفت میکردم خیلی دارم گفتن چی میگی تو، شما نمیدونم سالی 300 خورده هزار از CIA فقط بگیری بچه های ایران دختری نازنین رو بفرستی زندان.